بله، سلام مجدد، سلام مجدد، امیدوارم یه تکونی به خودت داده باشی و آماده شنیدن حرفای من باشی و قرار با هم به اوج برسیم و قرار دست تو دست من بذاری و یک لحظه هم دست منو ول نکنی تا بخوایم اگه خدا بخواد به اون نقطه اوج برسیم. عزیزان من، شما میتونید، مغزاتون گنده است و له میکنید مطلبو اگر بخواید، پس قشنگ گوش کن. من در حد بچه زیر 10 ساله میگم که آرایه بالا بیاری. بعضی مدت بگی استاد به خدا دارم استاره بالا میارم، ولم کن. آیا اضافه استاری تذکر نداره؟ چرا؟ ولی اول اصل قاعده، میریم سراغ حالت سوم استاره و قشنگ به حرفام گوش کن. در حالت سوم استاره، چون 4 حالت استاره از دید یکتا داریم، موضوع چیه؟ من اسمشو میذارم فعل. موضوع فعل چیه؟ مثالی من همیشه سر کلاس ها ذکر کردم از شاعری تحت عنوانی که میگه آسمان تعطیل است، آسمان تعطیل است، بادها بیکارند، بادها بیکارند، ابرها خشک و خسیس، ابرها خشک و خسیس، خشک و خسیس، هق هق گریه خود را خوردند، هق هق گریه خود را خوردند. خب چیه موضوع؟ من در این 3 تا عرضم به شما، شعر کوتاه یا شعر نو نگاه کنید، من ای ندارم، چیزی به چیز اضافه نشده که زمینه اضافه استاری که کلمه اول مال انسان، کلمه دوم غیر انسان دیده بشه. خب چی کار میکنم؟ میرم سراغ فعل جمله. فعل اینجا تعطیل است، فعل اینجا بیکارند یعنی بیکار هستند، فعل اینجا گریه خود را خوردند. خب فعل تعطیل است مالک چیه؟ تعطیل است مال یا زمانه یا مکانه. مثلا میگوییم جمعه تعطیل است، زمانه دیگه، طبیعیه. عید نوروز تعطیل است، عید قربان تعطیل است. یا مال مکانه، مغازه تعطیل است، مدرسه تعطیل است، دانشگاه تعطیل است، پاساژ تعطیل است، یا زمان یا مکان. ولی شاعر گفته آسمان تعطیل است. خب چی میخوایم بگیم؟ اگر فعل هر گروه از موجودات، اگر فعل هر گروه از موجودات به همان گروه نسبت داده نشود، اگر فعلی که باید به گروه خودش نسبت داده بشه به گروه خودش نسبت داده نشه، وقتی میگی تعطیل است انزا داره یه زمان یا مکان باشه. ایشون گفته آسمان تعطیل است، بگوییم عشق تعطیل است، بگوییم مخت خدای نکرده تعطیل است. فعل مال خودش نیست، تعطیل است مال زمان یا مکانه. فعل هر گروه به همان گروه نسبت داده نشود، فعل هر گروه به همان گروه نسبت داده نشود استار است. تعطیل است مال آسمان نیست. بیکارند مال کیه؟ مال انسانه. پدرم بیکار است، برادرم بیکار است، همسایه‌ام بیکار است، مادر بیکار است، استاره نیست. اما بگویم بادها بیکارند، آسمان بیکار است، عشق بیکار است، فعل مال خودش نیست. فعل هر گروه به همان گروه نسبت داده نشود، فعل هر گروه به همان گروه نسبت داده نشود استاره است. آقا شکفته شد. اینا رو تو مده کودک میپرسن دیگه، میگن مثلا دلسا جان بگو چی شکفته میشه؟ میگه گل. اگر بگوییم گل شکفته شد استاره نیست، چون شکفته شدن مال گل، مال غنچه است. حالا بگم آسمان شکفته شد، ما نمیگیم، شاعر میگه. عشق شکفته شد، فکر شکفته شد، زمین شکفته شد، اینا استاره است، چون فعل مال خودش نیست. فعل هر گروه از موجودات به همان گروه نسبت داده نشود استاره است. عرعر کرد بلا نسبت، کی؟ خر. بلا نسبت خمال خودشه، اما آسمان عرعر کرد، عشق عرعر کرد، استاره است، چون عرعر کردن مال آسمان و عشق و اینها نیست، مال فقط خر بلا نسبت. شیه کشید، کی؟ اسب. از شیه میکشه، استاره نیست، اما عشق شیه کشید، آسمان شیه کشید، فکرم شیه کشید، استاره است، چون فعل مال خودش نیست. فعل هر گروه از موجودات به همان گروه نسبت داده نشود، به همان گروه نسبت داده نشود استاره است. فعل هر گروه از موجودات به همان گروه نسبت داده نشود استاره است. شعر بخونیم. شاعر میگه هر کو نکاشت مهر و از خوبی گلی نچید، هر گو
هر کو نکاشت مهر کاشتن مال چیه؟ مال گل و گیاه. شما چی میکاری؟ من گل میکارم، من خیار میکارم، من چغندر میکارم. استاره نیست. شما چی میکاری؟ من دارم مهر محبت میکارم اینجوری برای خودم. فعل هر گروه به همان گروه نسبت داده نشود استاره است.